سریال حیثیت گم شده که جمعه ها از فیلمو پخش میشه، اگرچه که به لحاظ اجرا از استانداردهای نسبتا خوبی برخورداره، اما به لحاظ فیلمنامه حیثیتش زیر سواله. شاید این سریال برای کسایی که از طرفدارای سریال پوست شیر هستن کنجکاوی برانگیز به نظر برسه، چرا که شواهد زیادی وجود داره که نشون میده دارن پشت دست سریال پوست شیر بازی میکنن. در نگاه اول این شواهدها در طراحی پوستر و به طور کلی تبلیغات سریال خودش نشون میده. شکل نوشتار اسم سریال، انتخاب رنگ قرمز، ژست قرارگیری کاراکتر به صورت نیمرخ و با خشمی فرو خورده، گریم چهره ها و حتی رنگ و نور به شکل قابل توجه این شواهدها رو نشون میده. وقتی هم که وارد فیلمنامه میشیم، باز هم به تم معروفی همچون تم انتقام برمیخوریم که با ارزش‌های مثل غیرت و ناموس گره میخوره و حتی از دل لوکیشن‌های آشنایی مثل قهوه خونه و خونه‌های قدیمی هم میگذره. یه جورایی دوباره باید بگیم که همچنان سایه الگوی معروف و مهمی مثل فیلم قیصر بر سر چنین آثاری سنگینی میکنه. تزریق عناصر ژانر معمایی به این حال هوا چیزی بود که موجب جذابیت سریال پوست شیر برای مخاطبانش شده بود. باید بگم که در سریال حیثیت گم شده هم با چنین رویکردی مواجه هستیم، اما با کیفیتی به مراتب پایین‌تر از پوست شیر. در اینجا هم مردی رو داریم که متوجه میشه یکی همسرش رو مورد آزار و اذیت قرار داده و حالا اون تازه باخبر شده و داره نشونه‌هایی رو دنبال میکنه تا به اون فرد برسه. اما مشکل اصلی هر دو سریال که البته در حیثیت گم شده هم بیشتره، تقلیل دادن این مسئله به یک موضوع کاملا شخصیه که احتمالاً بعد از حل شدن معما خیلی زود هم از ذهن پاک میشه. این تم انتقام وقتی میتونه جذابیتش چند برابر بشه و از اون کلیشه‌های مرسوم فاصله بگیره که ما واقعا حس کنیم این آدم‌ها نماینده جریان‌های خاصی از جامعه هستن، که هرچی بریم جلوتر مسئله دیگه از یک انتقام شخصی فراتر میره و تبدیل به یک بحران عمیق‌تر و دست‌جمعی برای همه مخاطبا میشه. وگرنه که یک انتقام شخصی که صحبت از یک کینه قدیمی بین سه تا دوست بکنه و یا سر از یک باند مواد مخدر در بیاره، صرفاً به یک سرگرمی چند قسمت ختم میشه. در ادامه برای کسایی که 4 قسمت اول سریال رو دیدن، با جزئیات بیشتری این موضوع رو روشن میکنم. یه توضیح کلی هم بدم که سازنده سریال سجاد پهلوانزاده است که قبلا سریال سقوط رو برای فیلمو ساخته. پهلوانزاده در کنار کارگردانی تدوینگرم هست و یکی از کارهای شاخصش تدوین فصل اول سریال زخم کاریه. محمد حسین مهدویان هم که احتمالاً میشناسید و کارگردان سریال زخم کاریه، به عنوان مشاور کارگردان در این سریال حضور داره. مهدی حسینی نیا هم که غالباً اون رو در نقش‌های فرعی فیلم و سریال ها میدیدیم، مثل دوتا کار شاخص سعید روستایی یعنی متری شیشونی و برادران لیلا، اینجا برای اولین بار نقش اول یک سریال رو بازی میکنه که انصافاً هم خوب تونسته از پس این نقش بر بیاد و به نظرم مثل همیشه نشون داده که بازیگر توانمندیه. بریم سراغ بررسی 4 قسمت اول سریال. اگه بخوایم در مسیر سریال با مردی همراه شیم که میخواد ببینه زنش با چه آدمهایی کار میکرده و اساساً کی اونو مورد آزار و اذیت قرار داده، طبعاً اول باید ببینیم چقدر این رابطه و چقدر این زن برای این مرد مهم بوده. چقدر حتی این عشق خاص بوده که ما حالا دلمون برای این رابطه بسوزه و این انتقام برامون مهم بشه تا با مرد همراه بشه. حداقل در سریال پوست شیر، عشق پدری که سالها در زندان بوده و در تمام این مدت انتظار دیدن دخترش رو میکشیده، قدر این رابطه پدر و دختری رو برای ما مهم میکنه که بعدش همراه پدر بشیم تا تم انتقام خودش رو دنبال کنه. اما در اینجا و در اولین صحنه‌ای که از قسمت اول سریال میبینیم، به صورت کاملا کلیشه‌ای بدون اینکه ذره کاراکترها کنجکاو برانگیز باشن و پرداخت متفاوتی داشته باشن یا حتی یک عشق خاص بین این زوج ببینیم، با تیپ تکراری یک مرد بی‌توجه سنتی که فقط بچه براش مهمه روبرو میشیم. در ادامه هم جشن سالگرد دومین سال ازدواج به یک سری فحاشی بین این زوج ختم میشه و زن هم ویژگی هایی رو به روی مرد میاره که فکر میکنم خسته ترین مخاطب ها هم که بعد از ساعت کاری زیاد نشستن پای سریال متوجهش میشن و زحمت هیچ فکر کردنی بهشون داده نمیشه. بله، این مرد اصلا به زنش توجه نمیکنه، زندگیش بدون بچه ذوقی نداره، همش حرف مردم براش مهمه، شبها قمار میکنه و در چنین وضعیتی حالا باید برای اون مهم بشه که چه بلایی سر زنش اومده و بعدن هم که میفهمیم زنش در تصادف مرده، حالا باید برای اون مهم بشه که اساسا چه کسی زنش رو اذیت کرده. در چنین وضعیتی شاید فقط بازی‌های معمایی بتونه برای مقطعی قدری هیجان به سریال اضافه کنه که مخاطب رو دنبال خودش بکشونه، وگرنه که سریال از همون قدم اول به نظرم مسیر رو اشتباه رفته. این هیجان‌های مقطعی هم چیزی است که نمونش در پوست شیر زیاد دیدیم. مثلا کاراکترها باید در مسیر پیدا کردن فرد اصلی یه سری آدم دیگر رو از طریق یه سری نشونه شناسایی کنن. اگه تو پوست شیر یه جا باید دنبال آدمی میگشتن که پشت کمرش خالکوبی عقاب سسره، اینجا هم مثلا باید بگردن دنبال آدمی که روی پیشونیش جای زخمه.
حالا اگه صرفا این مدل جستجوها براتون سرگرم کننده است، خب میتونید سریال رو ادامه بدید و لذت ببرید. اما اگه مثل من از همون قدم اول با این سوال مهم روبرو میشید که اساساً چرا باید با مردی همراه بشیم که همسرش تا زمانی که زنده بوده هیچ اهمیتی براش نداشته و اینقدر از همسرش بیخبر بوده که این زن تونسته این همه با باندهای مواد مخدر همکاری بکنه بدون اینکه ذره شوهرش بهش شک کنه، سخت بتونید سریال ادامه بدید. وقتی هم صحبت از یک رابطه عاشقانه ویژه میکنم، طبعاً منظورم یادآوری سیب قاچ خورده و مونده شده تو یخچال یا یادآوری فوتبال دیدن جلوی تلویزیون نیست. حالا جالبه که در تمام این یادآوری‌ها هم مرد همون تیپی است که بوده، همیشه بی‌توجه. از طرف دیگه سریال سعی داره مثلا شبیه به نمونه‌های شاخصی همچون بهتر با سال تماس بگیری، بعضی از قسمت‌ها رو با گذشته کاراکترها شروع کنه. خب خیلی هم خوب، ما این رویکرد رو به فال نیک می‌گیریم. اما چی نشون میده از گذشته؟ خدای نکرده روانکاوی کاراکترها از کودکی تا به امروز، یا باز هم کلیشه‌های مرسوم، کلیشه پدری که همش میزنه تو سر پسرش، یا پدری که سر پول قمار باید دخترشو به یکی دیگه بده، یا پسری که همش تحقیر شده. یک نگاه کلیشه‌ای و بسیار تاریخ گذشته به طبقه پایین که بیش از هر چیز متاسفانه میتونه توهین به این طبقه هم محسوب بشه. حالا با این گذشته باید توجیه کنیم که این پسر وقتی هم بزرگ شده همینجوری باید با زنش رفتار کنه. یعنی واقعا پشت دست کلیشه بازی کردن بهترین راهه؟ احیانا با پرداخت متفاوت شخصیت ها نمیتونیم پیشنهاد تازه‌ای به جامعه بدیم؟ صرفا پشت این که داریم واقعیت ها رو نشون میدیم باید قایم شیم و درام رو فراموش کنیم؟ به هر حال همونطور که گفتم، اگه بخواید تماشای سریال رو ادامه بدید، باید دلخوش باشید به این که مثلا امیر بره خونه شوهرخوارش دزدی که پول یه مواد فروش رو بده تا شاید یه سری سرنخ بهش بده که اطلاعات بیشتری از اتفاقاتی که برای زنی که هیچ وقت براش مهم نبوده به دست بیاره. این که ما الان وسط دزدی باید استرس چی رو بکشیم، این که حالا گیرم امیر اصلا تو این دزدی هم موفق بشه یا نه چه اتفاق خاصی میفته، و اینکه احیانا ته همه این ماجراها قرار به یه تصویر حساب شخصی ختم بشه هم نباید براتون مهم باشه. باید غرق در کلیشه بشید و حتی دقت سازنده ها در از قلم ننداختن کوچکترین کلیشه ها رو هم تحسین کنید. مثل حضور یک دختر بچه معصوم به عنوان نسل جدید قربانی، درست مثل پسر بچه فیلم ابادی یک روز.